به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستای عزیز، دوستای بسیار نازنین، شنوندگان محترم، شاگردای عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه یک زندگی خوب و خوشی داشته باشید و امیدوارم همیشه در زندگیتون موفق و کامیاب و پیروز باشید. در سلسله درس‌های ریاضی صنف نهم هستیم و در این ویدیو درباره حل تمرین فصل پنجم با شما صحبت داریم. میخواییم که چهار بخش سوالات فصل پنجم خدمت شما توضیح بدم. بخش اول سوالات چهار جوابه هستن که در سوالات چهار جوابه داریم که در سوال اول در افاده 2x مربع منفی 1 بر 2x، شما هم میتونید که سوال مشاهده کنید. 2x مربع منفی 1 بر 2x گفته. در اینجا فاکتور مشترک یا عامل مشترک کدام است؟ ما در اینجا عامل مشترک میتونیم x بگیریم که شما x در 2x منفی 1 بر 2، این عامل مشترک در اینجا x است، یعنی جواب B درست است. خب دوم، حاصل ضرب افاده های x منفی 2 ضرب در x مثبت 3، x منفی 2 ضرب در x مثبت 3. حاصل ضرب چه میشه؟ x ضرب در x میشه x مربع، x ضرب 3 میشه 3x، و منفی 2 ضرب x منفی 2x منفی 2 ضرب 3 منفی 6، پس میشه x مربع مثبت 3x و منفی 2x فرقش میشه مثبت x منفی 6. پس x مربع مثبت x منفی 6 بخش C هست، یعنی جواب C درست است. سوال سوم، کوچکترین مظهر مشترک 1 بر 1 بر 2x مثبت 2 مثبت 3 بر x مربع منفی 1، x مربع منفی 1. خواهی رو خواسته باشیم اینجا مخرج اول تجزیه میکنیم که میشه 2 ضرب در x جمع 1، اینش میشه x مربع منفی 1، هم که دو خواص x منفی 1 ضرب در x مثبت 1 تجزیه میتونیم. خب x مثبت 1 مشترک هست دیگه، این هر دو مشترک نیست، یعنی گرفته میتونیم 2 ضرب در x منفی 1 ضرب در x مثبت 1، یا اینکه 2 ضرب در x مربع منفی 1، حاصل ضرب x مربع منفی 1 x مربع مثبت 1 میشه x مربع منفی 1. خب پس 2 ضرب در x مربع منفی 1 جواب است که اینجا 2 ضرب x مربع منفی 1 نداریم، 2 ضرب در x مثبت 1 ضرب در x منفی 1 داریم که بازم امو چیز میشه که جواب A درست است. سوال سوم، جواب A درست است. سوال چهارم، حاصل تقسیم ایدی افاده رو گفته عبارت است از حاصل تقسیم چرا دریافت میکنیم. خب تقسیم که ما مستقیم تقسیم میکنیم. خب ترتیب هم میکنیم 4x مکب، خب مثبت x مربع 2x و 16x داریم که میتونیم که هر دویش را 18x بگیریم، 18x منفی 8، این تقسیمی چند؟ 2x مربع منفی 8، 2x مربع منفی 8. خب 2x مربع منفی 8 ما میتونیم که به شکل ضرب 0x منفی 8 این شکل بگیریم، چون کامل باید به یعنی 2x مربع، خب بعد از او x و عددی ثابت، که در اینجا ما از پولینومی کامل استفاده کنیم به خاطر از اینکه تقسیم ما راحت تر باشه. خب منفی 4x مکعب تقسیم x مربع میکنه. زمانی که رو تقسیم بکنیم میشه منفی 2x، درسته؟ منفی 2x، منفی 2x ضرب در 2 میشه منفی 4x، خب x ضرب x مربع میشه x مکعب، منفی 2 ضرب 0 یه هم که میشه 0 x مربع خب قسمت 0 میشه منفی 2 ضرب 8 هم میشه منفی مثبت 16 x، تغییر علامه میتیم. خب که منفی 4 x میشه منفی ایر مثبت میسازیم، ایر منفی، ایر منفی میسازیم. خواهی شد خلاص، اینجا مانده x مربع
خب در اینجا 16 و 18 میشه، فرقش میشه 2 دو اکس و منفی 8 میتونیم پایین بکنیم. خب اکس مربع تقسیم 2 اکس مربع. x مربع تقسیم 2x مربع میشه 1 بر 2، 1 بر 2 ضرب 2 x مربع، 2 در 2 اختصار میشه x مربع میشه 1 بر 2 ضرب 0 x 0 میشه، 1 بر 2 ضرب 8 میشه منفی 4 میشه، یعنی 8 تقسیم 2 میشه 4. خب تغییر علامتی خلاص میشه مثبت 2x تا اینجا منه و 8x و 8 و 4 علامه 8 منفی 4 مثبت است، تفریق کنه میشه منفی 4، پس 2x منفی 4. این 2x منفی 4 باقی مانده هست. خواه کی را میتونیم ضرب ازی جمع باقی مانده کنم تایی بدیس بیا، پس جواب چهارم ما دی است، هیچ کدام است. خواه پنجم عامل ناطق سازی جذری A منفی جذری B. عامل ناطق سازی ازی مزدوی چینی این علامه باید چی باشه؟ مثبت باشه. پس خواب کدامش است؟ سی ایم جواب سی درست است. بخش دوم که سوالات خانه خالی هسته. سوال اول است که افاده الجبری 2x مکعب منفی 4x مربع مثبت 3x منفی 1 یک افاده خانه خالی درجه خانه خالی است. خب یک افاده چندین حد است؟ چندین حد درجه، درجه چند؟ درجه 3 است. درجه 3 است. دو خانه خالی داریم، خانه خالی اول چندین حده می، خانه خالی دومش سه می، یعنی چندین حده درجه سه است. دومش تجزیه افاده x مربع مثبت هفت x مثبت 12 به دو فاکتور خطی عبارت است. خب 3 و 4، 3 و 4 x مثبت 3 ضرب در x مثبت 4 که ضرب کنه میشه x مربع مثبت هفت x مثبت 12، یعنی دو عددی که واسه لزشت 12 واسه لجمع شه 7 شه، پس میشه x مثبت 3 ضرب در x مثبت 4، یعنی دو عامل ضرب میشه در خانه خالی میه. سوال سوم چه؟ حاصل تقسیم x مربع منفی 1 بر x مثبت 1. خب x مربع منفی 1 بر x مثبت 1 شما اگر خواسته باشین تقسیم بکنین، این رو میتونیم در دو قوس تجزیه کنیم، x منفی 1 ضرب در x مثبت 1، حال مخرج x مثبت 1 داریم، میتونه x مثبت 1 با اختصار شوه x منفی 1 ممانه، پس خانه خاله چی می x منفی عبارت از x منفی 1 است. چهارم حاصل ضربی، حاصل ضرب x مربع منفی x منفی 1 ضرب در x مربع مثبت x منفی 1، x مربع مثبت x منفی 1 ضرب در x مربع منفی x منفی 1، یک دوره ضرب میکنم. زمانی که ضرب بکنم میشه x مربع ضرب x مربع x به توان 4، x مربع ضرب در منفی x منفی x مکعب، x مربع ضرب منفی 1 منفی x مربع، x ضرب در x مربع میشه x مکعب، x ضرب در منفی x میشه منفی x مربع، x ضرب در منفی 1 هم میشه منفی x، و منفی x ضرب x مربع منفی x مربع، منفی x ضرب در منفی مثبت x و منفی x ضرب در منفی 1 مثبت 1. خب حالا در اینجا ببینید چند دانه ضرب کلمه هایش رو میتونیم که اختصار بکنیم. خب اینجا ما x مکعب منفی x مکعب مثبت داریم، میره میتونیم اختصار کنیم. خب x مربع منفی x مربع منفی x مربع منفی، خب و این x منفی با x مثبتی هم میتونه اختصار شه. خب پس چه مونده اینجا؟ x به توان 4، x مربع 1 دانه، x مربع 2 دانه، x مربع پس میشه منفی 3 x مربع و x دیگه نداریم، عدد ثابت هم که داریم 1 داریم، پس میشه x به توان 4 منفی خواه m کعب مثبت b مکعب، در کدام دو خلص تجزیه میشه m مکعب مثبت b مکعب، در خلص اول خلص مثبت a مثبت b، خلص دوم a مربع منفی a b مثبت b مربع، این خلص دوم. بخش سوم سوال، سوالات سه غلط هست که سوال اول گفته افاده های الجبری که از چندین حد تشکیل شده باشد و توان های متحولینشون در سه تعداد مکمل شامل باشن به نام پولینوم یاد میگردد. خب این صحیح است؟ جواب اول، سوال اول صحیح. دوم
تجزیه افاده x مربع مثبت 2ax مثبت a مربع به صورت x مثبت a ضرب در x مثبت a است. ای هم درسته. خب سوال سوم، کوچکتر مضرب مشترک 21 x مربع y مکعب 14 x مکعب y مربع عبارت است از 42 x مکعب y به توان 4. ای غلط است، y به توان 4 نیست. اگر y به توان 3 بودی درست میامد، جور میامد. چهارم، خب a مکعب منفی b مکعب مساوی است به a مثبت b ضرب در a مربع مثبت a b مثبت b مربع، که در اینجا اشتباه هستیم، قوس اول باید منفی می آمد. پنجم شه a مکعب مثبت b مکعب مساوی به a مثبت b ضرب در a مربع منفی a b مثبت b مربع. این هم صحیح است. خوبیم بخش سومی سوالات. سوالات بخش چهارم سوالاتی هست که باید کار کنیم. سوالات زیل را حل کنید. a y مربع منفی y منفی 2 را ما خواهیم تجزیه کنیم. دو عدد که حاصل ضرب شه منفی 2 شه و حاصل تفریق شه منفی 1 شه. یعنی 1 ضرب در منفی 2 میشه منفی 2 و 1 و منفی 2 تفریق کنیم میشه منفی 1. پس در دو قوس x مثبت 1 ضرب در x منفی 2 تجزیه میشه. خب x در اینجا a مربع منفی b مربع مثبت 2bc منفی c مربع. خب میتونیم که در اینجا اول منفی را در اینجا فاکتور بگیریم که شوه a مربع منفی b مربع منفی 2bc مثبت c مربع. این به شکل. خب حال میتونیم که b مربع منفی 2bc مثبت c مربع را شکل مطابقت کامل بگیریم. مطابقت کاملی b منفی c کل مربع، b منفی c کل مربع، درسته؟ خب b منفی c کل مربع. حالا میتونیم a مربع منفی b مربع این را b قبول کنیم، a قبول کنیم که باز هم در دو قوس تجزیه میشه و یکی a منفی b منفی c ضرب در قوس دیگر a مثبت b منفی c. اینه در این دو خواست میتونه که تجزیه شد. سوال سی، 21 a منفی 14 a b مثبت 28 a مربع. در اینجا چیزی که فاکتور گرفته میتونیم، یکی a را در سش داریم و 7 3 21 7 2 14 7 4 28. پس 7 a را میتونیم فاکتور بگیریم. 7 a ضرب در 3 میشه 21 a منفی 14 یعنی 2 7 2 14 a ده فاکتور آمده b رو میگیریم و مثبت 28 رو میتونیم 4 این 28 تقسیم 7 4 و a ده اینجا یکش آمده یکش رو میگیریم. پس شد 7 a ضرب در 3 منفی 2 b مثبت 4 a. آخریش 72 و 98. خب 72 و 98 رو میتونیم که 2 رو فاکتور بگیریم ده اینجا. چرا که 2 36 و 249 اینجا فاکتوری مشترک این رو میتونیم بگیریم. خب 236 72 شد. خب دیگه چی رو میتونیم بگیریم؟ ام و این هم ام و این در اینجا هم داریم، در اینجا هم داریم. ای به توان 6، خب ام به توان 6 این به توان 6 گرفته میتونیم، درسته؟ ام به توان 6 این به توان 6 این رو میتونیم فاکتور بگیریم. خب این به توان 6 که اینجا بگیریم، خب اینجا من ام مربع منه، خب چند ام مربع؟ 36 ام مربع، درسته؟ 36 ام مربع. خب در اینجا منفی 98 بود تقسیم 2 میشه 49. 49 خب ام به توان 6 ام به توان 8 هست میشه ام مربع، درست. خب 36 ام مربع و 49 ام مربع را هم گرفته میتونیم که خب 2m به توان 6 n به توان 6 میگیریم خودش ضرب در اینجا چیکار میشه؟ 36 m مربع را گرفته میتونیم 6 m کل مربع، 6 m کل مربع منفی 49 n مربع را گرفته میتونیم 7 n کل مربع. این شکل گرفته با 6 m مربع منفی 7 n مربع را، 7 n کل مربع را باز دو قوس میتونیم بگیریم. یعنی که 2 ام به توان 6 ان به توان 6 ضرب در 6 ام
منفی 7 n ضرب 6 m من مثبت 7 n. اینیم تجزیه از سوال. سوال ای ا مربع x مربع مثبت 1 بر 2 ax مثبت 1 بر 16. این اگر خواسته باشیم تجزیه بکنیم، خب شکل مطابقت داره، شکل مطابقت ax مثبت 1 بر 4 کل مربع داره، ax مثبت 1 بر 4 کل مربع. خب که را وقتی که انکشاف بتیم میشه ای مربع x مربع، این مربع حد اول دو چندی، حد اول ax ضربی حد دوم 1 بر 4 مثبت مربع حد دوم که 1 بر 4 مربع شده میشه 1 بر 16. حال چه اتفاق افتاده در اینجا؟ دو رو میتونیم قد 4 اختصار بکنیم، پس میشه 1 بر 2 ax، 1 بر 2 ax حد وسط میشه، پس ایره بین شکلی مربع کاملی ax مثبت 1 بر 4 کل مربع گرفته میتونیم، یا ایره دو قوسی ax مثبت 1 بر 4 ضرب در ax مثبت 1 بر 4 میتونیم بگیریم. خب f یک جمع دو ab منفی a مربع مثبت b مربع، دنج ما فاکتور مشترک نداریم دیگه، قابل تجزیه نیست. ساده سازی سوالاتی که قابل ساده سازی هست، x منفی 1 بر x منفی 2 منفی x جمع 1 بر x منفی 2 مثبت 1 بر x مربع منفی 4، این گفته ساده بساز. خب برای اینکه ما این را ساده بسازیم، مخرج مشترک x مربع منفی 4 را میگیریم، به خاطر که هم سر x منفی 2 میرسه و هم سر این مخرج ازی که x منفی 2 هست سر ازی پاره میرسه. خب پس x مربع منفی 4 تقسیم x مربع منفی 2 میشه x مثبت 2، درسته؟ x مثبت 2 ضرب x منفی 2 میشه x مربع منفی 4. این تقسیم ازی کردیم x مثبت 2 شد ضرب در صورت میکنیم، یعنی x منفی 1 ضرب در x مثبت 2. خب بعدش x مربع منفی 4 باز هم تقسیم ازی بکنیم، x مثبت 2 میشه ضرب در صورت چی بکنیم؟ منفی x مثبت 1 ضرب در x مثبت 2 و تقسیم x مربع منفی 4 بکنیم، 1 میشه 1 ضرب 1 هم که 1 است. خب اگر این خواسته باشیم ضرب بکنیم، ادامه بتین میشه x ضرب در x میشه x مربع، x ضرب در 2 میشه 2x، منفی 1 ضرب x منفی x، منفی 1 ضرب 2 منفی 2. خب اینجا منفی داره، منفی رو بتونیم به این شکل فاکتور بگیریم که منفی ایر ضرب میکنیم x ضرب x x مربع، x ضرب در 2 میشه 2x، منفی 1 ضرب چی مثبت 1 ضرب x میشه مثبت x، مثبت 1 ضرب 2 میشه 2. خب حال این منفی میتونه که داخل قوس تغییر بده، کشو x مربع مثبت 2x منفی x منفی 2 و منفی x مربع منفی 2x منفی x منفی 2 مثبت 1. خب جایی که اختصار شد اختصار میکنم، جایی که اختصار نمیشه جمع منفی میشه، اینو ساده میکنم. مثلا جایی که اختصار میشه کدام هست؟ x مربع با منفی x مربع قابل اختصار است، 2x هم با این منفی 2x قابل اختصار است. دیگرش میشه منفی x و منفی x میشه منفی 2x و منفی 2 و منفی 2 میشه منفی 4، مثبت 1 دیگه اینجا داره میشه منفی 3. منفی 2x منفی 3، پس جواب شد منفی 2x منفی 3 بر x مربع منفی 4، این جواب شد. سوال بیشی شکل a مکعب منفی b مکعب داره، این رو میتونیم که تجزیه بکنیم. خواهی که این رو میتونیم این کشاف بتیم، یعنی x به توان 3 مثبت 3x مربع h مثبت 3x h مربع مثبت h مکعب منفی x مکعب بر h. خب در اینجا ببینید که x مکعب میتونه با x مکعب اختصار بکنه و h در اینجا فاکتور میگیریم، h ضرب در 3x مربع میشه اینجا مثبت 3x h مثبت h مربع. خب h h مخرج میتونه با اختصار بکنیم، پس میشه 3x مربع مثبت 3x h مثبت h مربع. خب اینجا a مربع b به توانی
منفی دو پسیر گرفته میتونیم که ام مربع بر بی مربع این به شکل گرفته میتونیم اینجا منفی بی مربع بر ام مربع مخرج ای بر بی و بی بر ای. خب ام مربع سیر میتونیم کل مربع بگیریم یعنی ای بر بی کل مربع منفی بی بر ای کل مربع بر مخرجم ای بر بی منفی بی بر ای. خب کل مربع را میتونیم که دو قوس بگیریم منفیش یک قوس منفی است یک قوس مثبت یعنی ای بر بی منفی بی بر ای ضرب در ای بر بی مثبت بی بر ای مخرج ای بر بی منفی بی بر ای. خب جایی که اختصار میشه این منفی رو بایدی بایی اختصار بکنیم ای بر بی مثبت بی بر ای باقی مهمان دوالاتی است که باید تقسیم کنیم 12 ای مربع منفی 4 ای مثبت 20 تقسیم 40 منفی 5 ای. خب شما ببینید اینجا ما میتونیم تقسیم کنیم وقتی که تقسیم بکنیم چون فاکتور مشترک نمیتونیم بگیریم اینجا 4 12 20 و اینجا 40 و 5 چیزی فاکتور مشترک نمیتونیم بگیریم بنابراین 12 ای مربع منفی 4 ای مثبت 20 تقسیم منفی 5 ای مثبت 40 میکنیم به شکل تقسیم کنیم. خب 12 ای مربع تقسیم 5 ای پره نمیرسه میشه 12 بر 5 درسته؟ منفی 12 بر 5 خواب ای 12 بر 5 ضرب در 5 ای میشه 5 در 5 اختصار میشه منفی هم ضرب منفی مثبت میشه 12 ای مربع میشه 12 بر 5 ای ضرب در 40 ای رو ضرب میکنیم 40 با 5 اختصار میگه 5 5 8 5 40 8 در 2 12 8 80 8 16 96 منفی 96 ای میشه. خب تغییر علامه میتونیم منفی و یم مثبت اختصار میکنیم از 96 که 4 کم شه مثبت منفی تفریق میشه از 96 4 کم کنیم 92 92 ای مثبت 20 20 پایین میکنیم. خب 92 رو تقسیم 5 92 ای رو تقسیم 5 ای میکنیم که شوه منفی 92 بر 5 ضرب در 5 ضرب 5 میشه منفی مثبت 92 میشه 92 خب ای درسته 92 ای 92 بر 5 ضرب در 40 باز همیشه 8 ضرب در 92 خواه یعنی اختصار که بکنی 1 پنج پنج 8 پنج 40 8 ضرب 92 8 2 16 1 حاصل 8 9 72 1 حاصل 73 خواه 73 علامه شه منفی پس تغییر علامه بتیم منفی و یه مصبتی میشه قضی اختصار 20 جمع 72 چه 736 میشه 756 یه هم باقی مانده شه. سوال بی ای بتوان چار منفی بی بتوان چار بر ای منفی بی. خب این از مطابقت ای بتوان این منفی بی بتوان این نوعی را کار میکنیم کشف قوس اول ای منفی بی قوس دوم یک کم ای مکعب خب مثبت ای مربع بی مثبت ای بی مربع مثبت بی مکعب این حالی میتونیم که مخرجم ای منفی بی داریم که ای منفی بی صورت در ای منفی بی خوص خلاص میشه باقی ممن ای مکعب مثبت ای مربع بی مثبت ای بی مربع مثبت بی مکعب یه حاصل تقسیم شه دو اکس مکعب منفی اکس مربع منفی چهار تقسیم اکس منفی یک بر دو خواه چون اکس مربع داریم اکس نداریم صفر ضرب اکس میگیریم منفی چهار تقسیم اکس منفی یک بر دو دو اکس مکعب و تقسیم اکس میکنم که میشه دو اکس مربع دو اکس مربع ضرب اکس میشه دو اکس مکعب خواه دو اکس مربع ضرب یک بر دو میشه منفی اکس مربع خب دو اکس در اینجا تغییر علامه میتونیم منفی و یم مثبت یم خلاص میشه یم خلاص میشه در اینجا باقی مانده منفی چار دی اکس مکعب منفی پنج اکس مثبت شش تقسیم اکس منفی دو در اینجا ببینید که اکس مکعب است اگر اکس مربع بوده یک خواست دیگه اکس
مثبت 3 میشد یا منفی 3 و خب ده او کار نداره x منفی 3 میشد. حال x مکعب است، x مکعب میتونیم که به این شکل بگیریم چون تکمیل نیه ناقص است، پس این میتونیم که x مکعب ضرب در 0 ضرب x مربع منفی 5 x مثبت 6 بگیریم. حال x مکعب تقسیم x میکنه میشه x مربع، x مربع ضرب x میشه x مکعب، x مربع ضرب 2 میشه 2 x مربع. خب تغییر علامه میشه منفی مثبت، خواهی اختصار شد اینجا من 2 x مربع، 2 x مربع منفی 5 x هم پایین میکنم که 2 هست و بالا ازه 2 x مربع تقسیم x میشه 2 x، 2 x ضرب x میشه 2 x مربع. خب 2 x در منفی 2 میشه منفی 4 x، تغییر علامه میشه مثبت منفی اختصار 5 و 4 اینجی منفی 1 x ممنه 6 هم پایین میکنه مثبت 6. منفی x تقسیم x میشه منفی 1، منفی 1 ضرب x میشه منفی x، منفی 1 ضرب منفی 2 میشه مثبت 2، تغییر علامه میتیم یعنی مثبت یا منفی خاکی شوه مثبت 4 باقی مانده. خیلی خوب، سوال بعدی ای x مربع منفی 5 x مثبت 64 تقسیم منفی x مثبت 5. اینجا x مربع تقسیم منفی x میشه منفی x، منفی x در x میشه منفی در منفی مثبت x مربع، منفی x در 5 میشه منفی 5x. خب تغییر علامه میتیم مثبت یه اختصار شد، یه هم اختصار شد، باقی مانده ممانه 64. خداوند را شکر گذارم که توانستیم یه چند مدت این ویدیوها را خدمت شما تقدیم بکنیم. خب فصل پنجم خلاص شد، فصل ششم و هفتم تمرینایش مانده، درسایش تکمیل شد. امیدوارم که از این درس ها چیزی یاد گرفته باشید، درس ها با دوستای خوش شریک بسازید، چنل ما را هم سابسکرایب بکنید تا از درس های بعدی انشالله هم مستفید شوید. خدا نگهدار.